لو رفتن بتل پوتک با مدگل توسط رفیقای پوتک. این که حالا اون طرف مقابل بتل کیه؟ اون که خیلی راحت لو میره سر دیگه، ما هزار تا طرا داریم که اینا هم همش مقصر خودم هم که. سلام دوستان، به کانال هاشیلند خوش اومدین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خب به تازگی پوتک یه ویدیو توی چنلش آپلود کرد که بتل با مدگل بود و حالا پوتک نمیخواست این بتل قبل پخش شدن ویدیو لو بره، ولی خب گویا تیمی که با پوتک کار میکنن این خبر رو توی کانال های تلگرامی پخش کردن، ولی موضوع مهمش این بود که میگفتن مدگل به پوتک پول داده تا باهاش ویدیو بسازه. پوتک هم که این خبر رو شنید عصبانی شد و اون 5 نفر رو اخراج کرد و گفت آقا یه سری خبرها داره پخش میشه که بتل پوتک بیزنسیه و اگه قرار بود بتل بیزنسی باشه موزیک ویدیو میشد. یک دو اینکه همه این خبرها چرت و پرته. اینکه حالا اون طرف مقابل بتل کیه؟ اون که خیلی راحت لو میره سر دیگه، ما هزار تا طرا داریم که اینا هم همش مقصر خودم هم که سعی میکنم مثلا کسایی رو بیارم تو تیم که دوست دارن پیشرفت کنن و سریعتر مثلا اسمشون در رو که از این به بعد نمی کنیم. ولی همه این خبرها بچه دروغه، هیچ کدوم از این خبرها رو باور نکنید. بتل اصلا بیزینسی نیست، کلا ویدیویی میاد تو یوتیوب، ویدیو عادی هم بالاخره درآمدزایی خاص خودشو داره دیگه. این فقط یه بتل خیلی عادیه و بعد اسم طرف مقابلم که لو رفته کاملا عادیه. یعنی حالا مثلا یه جوری میگن بتل با اینه انگار مثلا دول بیل گیتس رو پیدا کردن. خب کلا تابلو دیگه، خب لو میره دیگه به مدت چون طراح داشته همه چی داشته. حالا یکی رفته به دوستش گفته، دوستش رفته به اون گفته، اون یکی جواب گرفته رفته به 4 تا چنل گفته. ولی بقیه خبرها در مورد ربتل بچه کاملا دروغه، هیچ کدومو باور نکنید. خب دوستان این بود از ویدیو امروز. نظر شما چیه؟ نظراتتون رو در قسمت کامنت ها برام بنویسین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خداحافظ.